رسم و رسوم عجیب ازدواج تو کشورهای مختلف شاید به خاطر ترساشون و عدم آگاهی از آینده باشه. حتی توی کشورهای پیشرفته امروزی هم هنوز انجامش میدن. از ریختن آشغال روی سر عروس و داماد توی اروپا گرفته تا گذاشتن نبات توی لباسیر عروس در ایران. از توف کردن پدر عروس روی دخترش در آفریقا تا ازدواج با درخت توی هند. بریم برای این ویدیوی عجیب تا آخرش با من همراه باش که کلی شگفت زده میشی از این همه جهل توی جهان مدرن و پیشرفته امروزی. عروس و دامادای آلمانی تنه درختی رو با یه اره و با کمک هم در مقابل چشم مهموناشون میبرن و این رسم رو نمادی از توانایی و کار گروهی زوج جدید میدونن در مواجهه با مشکلات و سختی‌های زندگی. توی کشور رومانی یه دفعه عروس پیش از مراسم ناپدید میشه. نگو دوستا و اعضای خانواده عروس میدزدنش و دوماد برای پس گرفتنش باید بهشون باج بده. توی ایران خودمون سمت خراسان و یزد و اونورا قدیمی‌ها میدونن که شب عروسی که عروس رو میخوان به خونه خودش ببرن، زمانی که عروس برای خداحافظی با خانواده‌اش به دستبوسی پدر و مادرش میره، خانواده داماد یه نفر رو مأمور میکنن که یه وسیله گرونبها رو از خونه پدر عروس بدزده. اسمشو میذارن عقل عروس. حالا میخواد قالیچه دستباف باشه یا یه تابلو قدیمی یا حتی یه فنجون نقره. این دوزیدنه ظاهراً به شکل دیگه هم توی هند وجود داره. پیش از اینکه داماد سر سفره عقد بشینه، کفشاش رو در میاره و در این زمان ساقدوش‌ها یا دخترای فامیل عروس رسم جوتا چوبای رو به جا میارن و کفش‌های داماد رو می‌دزدن. دومادم باید باج بده تا بهش کفشاشو پس بدن. توی اکثر کشورها مثل ایران خودمون عروس شب عروسی گریه می‌کنه به خاطر جدا شدن از خانواده‌اش. اما این گریه در شهر توجیای چین خیلی عجیبه. ظاهراً این قضیه خیلی جدیه براشون. اونا باید از یه ماه قبل از مراسم خودشون روزی 1 ساعت گریه کردن رو تمرین کنن. اسم این رسم زوتانگه و ریشه توی تاریخ چین داره. قدمت این رسم به دوران ایالت‌های جنگ طلب در چین برمیگرده و به یاد مادر یکی از شاهزاده‌های ژائو انجام میشه که در مراسم عروسی دخترش گریه می‌کرده. جالبه که بهت بگم عروس و دامادای کره‌ای روز ازدواجشون به همدیگه قاز و اردک چوبی هدیه میدن که نشونه تعهد اونها به زندگی مشترکه. این رسم از تاریخ کره سرچشمه گرفته. در گذشته دامادها به مادرزن خودشون قاز یا اردک وحشی هدیه میدادن تا قصد خالصانه و وفاداری خودشون رو نشون بدن. آخ ببین چه رسم جالبی آوردم برات. توی کره جنوبی در بخشی از این کشور داماد قبل از اینکه مراسم رو ترک کنه باید کتک بخوره. بعد مراسم عروسی ساقدوشای داماد یا اعضای خانواده‌اش کفشاشو در میارن، مچ پاهاشو با تناب میبندن، بعدش با ترکه یا ماهی خشک شده به کف پاهاش میزنن، فلکش میکنن. خوشبختانه یا بدبختانه این رسم زیاد طول نمیکشه و بخش سرگرم کننده این مراسمه. هدف از این کار آزمایش قدرت و شخصیت داماده. حالا بگو بدبختانه است یا خوشبختانه؟ چقدر بزنن راضیت میکنه. یه رسم عجیب غریب دیگه برای کشور مالزیه. مردم جزیره برونئو رسمی دارن که بر اساس اون عروس و داماد پس از مراسم عروسی نباید به مدت 3 روز از خونه خارج بشن. حالا اینش خوبه، ولی بدیش کجاست؟ از دستشویی هم نمیتونن استفاده کنن. زوج تازه ازدواج کرده تو این مدت زیر نظرن و آب و غذای خیلی کمی بهشون میدن. مردم معتقدن اگر عروس و داماد این رسم رو انجام ندن، سرنوشتشون با بخت بعد مثل خیانت، طلاق یا مرگ فرزنداشون گره میخوره. فکر کن 3 روز دستشویی نری. توی ایران یه رسم عجیب دیگه هم هست که سر عقد یه پارچه روی سر عروس و داماد میگیرن و 2 تا تکه قند رو به هم میسابن به نیت شیرینی زندگیشون. تازه با نخ و سوزن یکی از خانومای خانواده عروس گوشه اون پارچه رو کوک میزنه و زیر لب میخونه که زبون مادر شوهر و خواهر شوهر و اصلا کل فامیل شوهر رو میدوزن تا عروس از زخم زبونشون در امون بمونه. بهم بگو از کدوم شهری و این رسم رو توی شهرتون دارین یا نه. میدونم توی چند تا از شهرهای ایران این رسم هست و انجام میشه. اگه تا اینجا از این ویدیو راضی هستی لایک و سابسکرایب کن و یادت نره زنگوله رو هم بزنی تا ویدیو هم که آپلود شد زودتر از همه ببینی. بریم برای ادامه ویدیو. توی ونزوئلا عروس و داماد بدون خداحافظی مهمونا رو قال میذارن و مراسم رو ترک میکنن. مردم این کشور معتقدن که این رسم سبب خوش اقبالی عروس تازه ازدواج کرده میشه.
توی کشور پرو هم یه کیک سنتی سرو میشه که دور تا دورش روبان آویزونه و تنها یکی از روبانها به حلقه داخل کیک وصله. مردم پرو به این باورند که اگه تکه کیک حاوی حلقه برای یه خانم مجرد سرو بشه، نفر بعدی اونه که عروس میشه. مثل همون پرت کردن گل به پشت سر عروس. یه رسم به نظر من مسخره هم توی ایران اجازه نداشتن حضور دختر باکره یا مطلقه سر سفره عقده در هنگام خوندن خطبه عقد. خیلی از شهرهای ایران هنوز این رسم عجیبو دارن و البته در خیلی جاها هم کم رنگ تر شده و خیلی از خانواده ها هم این رسمو دیگه اجراش نمی کنن. میگن دختر باکره اگه سر سفره عقد باشه بختش بسته میشه و میترشه. زن مطلقه هم اگه موقع خوندن خطبه عقد توی اتاق عروس و داماد باشه باعث انتقال بختش به عروس میشه. خوشحال که این رسم در بعضی از شهرهای ایران داره از رونق میفته. کلن خوشبختی دو نفر به سواد و آگاهی در مورد زندگی مشترک و همسرداری و بلوغ فکریشونه. چه ربطی به اون دختر بیچاره داره که خودش توی زندگی مشترکش به حد کافی آسیب دیده و طلاق گرفته؟ به عنوان آخرین موردم توی این ویدیو بهت میگم رسم مردم اسکاتلند برای ازدواج چیه. در این رسم که پیش از مراسم عروسی انجام میشه، دوستان و آشنایان روی سر عروس و داماد آشغال میریزن، گل، غذای فاسد و این جور چیزا پرت میکنن. این رسم با هدف آماده کردن زوج برای چالش‌های زندگی مشترک انجام میشه. این ویدیو متفاوت از بقیه روند ویدیوهای منه. موارد مختلفو من بهت گفتم، تو از بینشون 5 تا از عجیب تریناشو بهم بگو. شما چه رسم عجیبی توی عروسی‌های شهرتون داری؟ توی کامنت ها برام بنویس. با بقیه رسوم عجیب جهان برای ازدواج توی ویدیوی بعدی همراه من باش. ممنون از همراهی تا آخرین ویدیو.